شیعه رو نمیکشه. مگه نباید 7 شیعه بکشه تا بره بهشت؟ آقا چه جوریه بله دین میشه این؟ به یاد مرحوم شریعتی، گفت مهم نیست که به شراب نشسته باشی یا به نماز ایستاده باشی، مهم این است که در صحنه نباشی. مهم نیستش که مثل یه ابله احمق دستت بگیری بگه سوب 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 بشینی تو خونه، یا بری بزنی عروزه به باباشه تا یه صفا مروه بکنی بین چه میدونم مثلا فلکه و میدون آزادی و یا. خب آقا این اصلا مهم نیست، مهم اینه که به اون اصل کاری فکر نکنی. اصل کاری چیه؟ چند تا طبقه بالاتر از تو تو این هرم، به اون نباید فکر بکنی. جالب اینجاست، آیا کسانی که این برنامه ریزی رو کردن خود یهودیت، مسیحیت، اسلام براشون مهم؟ اصلا، و خود یهودی هم براشون مهم نیست. اینا از شخص خاص دستور میگیرن که اونو دارن اجرا میکنه. مگر زمانی که اینها میخواستن یهودیان عراق رو در بنگوریان این کار رو انجام داد، وقتی میخواستن کوچ بدن به اسرائیل، یهودی عراق نمیرفتن. فقیرترین یهودی بغدادی ثروتش از ثروتمندترین مرد مسلمان بغدادی بیشتر بود، نمیرفت، اصلا نمیرفتن، اومدن بمبگذاری کردن، خودشون یهودی ها رو کشتن. جالب اینجاست، اون زمان عراق تحت سیطره انگلیس بود، انگلیسی هم یهودی ها رو دستگیر کردن، پلیس انگلیس چناختنش کنه، برای چی خودتون رو دارین شما میکشین؟ یهودی رو هم میکشه برای چی؟ برای اینکه بترسن میگن تو عراق دارن ما رو میکشن، پس همه اون بریم کجا؟ فلسطین. گفتن آی اون هیتلر بی پدر مادر داره یهودی میسوزونه، آی هولوکاست و فلان و بهمان، در بیرید که اومد همشون کوچ کردن اومدن تو فلسطین. برنامه ریزی اینه، چون باید یهودی‌ها بیان، بعد این یهودی‌ها کشته بشن. یهودی مهم نیست کشته بشن، که چی نهایتاً این حضرت عیسی کذایی بیاد، این کذایی از دیدگاه اونها، و اینا ما میگیم حضرت مسیح یه جور دیگه ای، بیاد اینا رو جمع کنه ببره و زمین در سهم لوسیفر یا شیطان باقی بمونه. جالب اینجاست، لوسیفر به معنی نورانیه. میبینی شما در یونان یه خدایی داری به اسم زئوس یعنی نورانی، در روم یه خدایی داری به اسم جوپیتر یعنی نورانی. همون مسئله که گفتم، این خدایانی که همشون شخص واحدیه و خود شیطان، دیروز عرض کردم و مطالب و مدارکش هم گفتم. مسئله بعدی گاورمنت، دولت‌ها بهترین حماله اینا. دعوت سر این باشه که ایکس باشه یا ایگرگ باشه، به بالاتر فکر نکنی. توی امریکا اصلا مهم نیست که باراک اوباما باشه یا مککین باشه، اصلا و ابدا مهم نیست. چرا؟ چون هر دو جز و عضو انجمن بیلدربرگن. میدونی یعنی چی؟ یعنی از دانشگاه آزاد اسلامی یکی بره توی جلسه، مهم اینه که از این دانشگاه نماینده باشه، میخواد آ باشه میخواد یا ب باشه، فرقی نمیکنه. و تو فکر میکنه این که دارم تو میگه در کل دنیا فکر میکنه طرف آزاده، فکر میکنه. آقای رامپور از قدی تو چه سخنی تو تلویزیون میکرد، میگفت من اشتباه نکنم تو هم برجای دوقلو قبل خراب شدنش جلسه بود، ما از ایران رفته بودیم، واسه پژوهشی در مورد ادیان و مذاهب فکر کنم چه چیزی، میگه من اومدم سمت بیرون دیدم از یه صدای از سمت دستشویی داره میاد، رفتم نگاه کردم یه یاری رفته روی یکی از دستشویی فرنگی و ایستاده داره سخنرانی میکنه، ای مردم آگاه بشید، فکر شما رو شستشو دادن، تو رو خدا اینقدر به این دنیا فکر نکنید، کسانی هستن بر پشت صحنه دارن سیاست و اقتصاد دنیا رو میچرخونن فلان. میگم بهش گفتیم بابا مرتی که بیا پایین، بابا اینجا مگه جا بهتر از مسترو پیدا نکردی تو باشی بری اونجا این حرف رو؟ گفت مردم آمریکا فرصتی برای فکر کردن ندارن، صبح تا بعد صبح تا شب که باید کار بکنه، شبم تا صبح حال بکنه، بره تو کاباره ها تو کازینوها بچرخه فرصت. گفت ایشون میگه به من گفتش که تنها اینا آی رایمپور از قدی نگو این تیکش این مال خودم به بدبختم پس برای از من شکایت نکنه. آخه آقا صحبت اینجاست که بنده خدا برمیگرده وای از قدی میگه تنها جایی که اینا فرصت دارن حرف دیگه ای رو بشنون فقط همینجاست، مستراح، رست روم، محل استراحت. خدمتون عرض بکنم که این میشه گاورمنت. بذار من یه فیلم همینجا براتون بهتون نشون بدم تا نقده نه کوتاه، ناراحت نکن خودت زیاد. خب نگاه کنید ببینید، اینجا قبل از انتخابات داره از جورج بوش میپرسه که شما آیا راسته که جزء انجمن فراماسونری اسکال اند بونز هستید؟ خب اسم این عدد، اسم عددشون 322 فکر کنم اشتباه نکنم، بعد میگه تیری چو تو قشنگ اسمش هم میبره، بعد بوش میخنده میگه من اولین بار این اسمو شنیدم و فلان. این همین سوالم از جان کری میپرسه، خیلی جالبه رقیبای انتخاباتی کیا بودن؟ بوش و جان کری تو دورهای قبلی دیگه، هر دوتاشون باز عضو گروه اسکالنبوز که یکی از شاخه فراماسونه، باز مهم نبود کی بیاد، مهم بود که فراماسون باشه.
conspiracy. You were both at Skull and Bone, the secret society. It's so secret we can't talk. What does that mean for America? انگلیسیتون خوب باشه میدونه نمیفهمین نه ببین اصلا واژه سیکرت سوسایتی جامعه مخفی رو میشنوید دقت کنید You were both at Skull and Bone, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. آقای بوش کاملا تفره میره بعد میگه آیا ممکنه این گروه بر شما تأثیر بذاره که بخوای یک منافعی رو برشون عین همین از جان کری هم میپرسن بعد یه مسئله یه چیزی رو گروه های ضد فراماسونری امریکا تهیه کردن من عین این از اینترنت گرفتم براتون پخش میکنم بعد یه جایش اینا آهنگ های چیز میذارن دیگه روی چیز شما بعدتون میاد فقط جو نگیردتون من آهنگش رو نمیتونم بعد Audience behind me has promised to be quiet except at this moment when we welcome Barack Obama and John McCain ببین میگه توارد رد اور توارد بلو ببین تو میخواد بگیم تو این نبرده بین قرمز و آبی قرمز و آبی دیروز بهتون گفتم که همه جا هست و این رو یهود به وجود آورده توی دقیقاً همینه توی تیم ورزشی هم ساختن حزب سیاسی هم ساختن توی امریکا دموکرات ها آبی ان قرمز ها جون تو تمام دنیا کشور عموما دو حزب اصلی ان که در مقابل همن با هم دعوا میکنه که کسی به بالایی فکر نکنه خیلی جالب بعد میگه که حالا من توی نبرد میخواد چه اتفاقی بیفته حالا صداش هم نمیخواد دیگه همینجوری ببینید کافی فکر میکنم اینجا میگه که آبی دیپلومات ها دموکرات ها ببخشید و قرمز ریپوبلیکین یعنی جمهوری خواه اینجا ببینید مناظره بین این دوتاست اتفاق افتاد و شما دقت نکردید. بله، یک حالا خوش توضیح میده. Didn't catch that catch توی انگلیسی یعنی دوزارید نیفتاد. دقیقاً همین معنی رو میده مثلا. میگه آیا نظر رو هوا نزدید مطلبو میگه نه. حالا میگه یک مقدار دوباره نگاه کنید بیتیسلاو یک خورده آرامتر و با دقت بیشتری، دقت بسته‌تر نگاه کنید ببینید. اینجا صداشو کم کنید یارو شروع کنه به خوندن آره. دست دادن ماسونی فراماسون ها به روش های مختلفی وقتی به هم دیگه میرسن میخوام بگم ببین یه نفر که فراماسون تو ایران بونه که تو آمریکاست که هم دیگه نمیشناسن درسته وقتی به هم دیگه میرسن گفتم اینا دیوانه وار نمادگیران قبل از انقلاب نشونشون این بود که به هم دیگه میرسن انگوش کوچیکه پایینو فشار میدادن خب اگه اول به شما دست میداد یا اگه شما ماسون بودی که میفهمیدی کد بعدی رو میرفتی مثل اسم شب که یکی شین میگه اون یکی میگه بعد اگه محسن رو نبودی به خود یارو مرتی که مریض حالا دست من فشار داد دیگه خب بیشتر از این اصلا نیست بعد این لو رفت چون لو رفت اومدن عوض کردن موقع دست دادن شستشو میذاره روی وسط به قول پشت دست این طرف نگاه بکنید این نوع دست دادن فراماسونری و محسن هاست این اصلا عرض کردن اما جنبش های ضد فراماسونری ببینید بلر در مقابل کیه پاپ پندیک 16 رهبر کاتولیک های جهان نفوذی به جرأت میشه گفت والا خیلی سنگینه این حرف اما خیلی نفوذ دارن در واتیکان خیلی نفوذ دارن تو فیلم Angels and Demons کامل به این اشاره میکنه که اشراقیون یا ایلومینیتی که شاخه های اصلی و به شدت نخبه‌گرا و قدرت‌گرای فراماسونریه کسایی مثل چرچیل عضوش بودن اینجا نشون میده که شدیداً توی واتیکان هستن و عضویت دارن خب برگردیم سر هرم قدرت خودمون بعد از اون میشه ادوکیشن شماها سربازان پیاده نظام ها میشه تحصیلات دانشگاه ها بهترین جایی که میشه یک نفر رو فراماسون باراورد همینجا ببین لازم ببین یه موقع اینجا ببین اگه تو واقعا بری فراماسون باشی خب یه میسن باشی فری میسن باشی اون وقت باید کلی خرجت کنن غیر اینه خیلی هم هوای همدیگر دارن ها یعنی مثلا تو همین کتاب توضیح میده میگه فقط کافی بود تو یه مشکلی توی دادگاه داشته باشی چون اون قاضی ماسون بود بلا استثناء تو تبرئه بودی بلا استثناء اصلا تو کاری نداشتن اینا نفوذ دارن هوای همدیگر دارن هیچ وقت نمیاد که امثال من و شما ها رو انتخاب کنه نخ بگیر راست اونم بهترین ها رو انتخاب میکنه که تاثیرگذاری داشته باشن لذا شما بی اون که بخوای میای تو زمین اینها بازی میکنی میشی نوکر بی جیره مواجب میگه اون طرف شیطان تو خواب دیده بود تنابای مختلفی دور گردنشو یه زنجیر کتوکلوفتی هست گفت این واسه کی گفت واسه شیخ مرتضی انصاریه
خب بعد گفت کدوم یکی مال منه؟ گفت تو هیچی نمیخوای، تو دنبال من میدویی. خب الان اینم همینجوری، هیچ نیازی نداره خرجت بکنه. ببینید خیلی سخته بیان روی انسانو کار بکنه که تو ماسون فلان فراماسون باش این طرزه. تو کافیه بیای تو سیستم آموزشی که در جهان طراحی شده از این و ورودی بیای از اون طرف و تفکرات فراماسونی ببین. حتی کتب درسی خود ما هم همینجوریه، به جرئت میگم کتب درسی خود ما هم تو دانشگاهمون همینجوریه. اصلا و ابدا اسلامی نیست. کسایی که پزشکی خوندن بارها نظریه داروینو میخونن، آیا تو همون کتاب پزشکیش یه فصلی گذاشت نظریه اسلام در مورد رد داروین یا تایید داروین اصلا تحلیل بکنه داروین رو؟ گذاشته توضیح داده؟ نه. توی بینش چندوممون بود یه چیزی راجع به داروین گفته بود، یادم به من خونده بودم، اونم میره یا فراموش میکنیم یه چه باید کنار همدیگه باشه اینو مطابقت بدی. هیچ وقت همچین کاری نمیکنن.